مجدد. آنچه که در جمهوری اسلامی واقعا اتفاق میفته بعضی اوقات بسیار بسیار دردناکه. به نحوی ما ایرانیانی که خارج از کشور زندگی میکنیم شاید نگاهی از دور به تصویر داریم و خیلی چیزایی رو که هموطنانمون در داخل کشور با این مشکلات مواجهند و میچرخند نمیبینند رو میبینیم. سایت تابناک در یک گزارش مفصل به سراغ نمایندگان مجلس میره. گزارش تابناک حاکی از اینه که به یک دختر 11 ساله در خیابان در زیر پل یکی از این فریوی ها شاهراه ها هر چی که میگن 6 مرد تجاوز کردن به یک دختر 11 ساله. اصلا وجود یک دختر 11 ساله در خیابان برای کشوری که تا گلو توی نفته، برای کشوری که میلیاردها دلار ثروت داره، فاجعه دردناک. خودش به تنهایی یک فاجعه دردناکه، یک فاجعه غم انگیزه واسه یه فرد ایرانیان داخل کشور، یک فاجعه است. سالها پیش یادمه وقتی که از قم به تهران یا از تهران به قم یا اصفهان می‌رفتیم، در بین این مسیر بین تهران و قم بوی نفت به مشام می رسید. وقتی به جنوب کشور می رفتیم بوی نفت همه جا به مشام می رسید. سرزمینی که بوی نفت یعنی بوی دلار، بوی پول رو می تونی احساس بکنی، دختر 11 سالش در خیابان زندگی می کنه. برنگردید بگید پدر مادرش معتادن. چه کسی معتاد می کنه؟ قیمت اعتیاد، قیمت مواد نسبت به ارزاق خوراکی، نسبت به نون و آب و گوشت و گوجه فرنگی و آنچه که یک انسان لازم داره چقدر پایینه. مردمی با این همه مصیبت چه راهی دارن و چه کسی عامل این هاست؟ وقتی که در تهران پلیس تهران به جای گرفتن معتادین، به جای بردنشون به سازمان‌ها یا بسترگاه‌هایی که بتونه اینها رو پاک بکنه، به در این مورد میدوه که چه کسی روزه خورده و این روزه ای رو که خوردی آب خوردی اون دنیا میری به جهنم، به تو چه که دیگری میره به جهنم یا نمیره به جهنم، به تو چه که این آدم مریضه میتونه روزش رو بخوره یا نه؟ کی به شما لایسنس داده، پرمیت داده، اجازه داده که در مورد روزه خوردن یا نخوردن مردم صحبت کنی؟ شما روزه خاری رو میگیری، شما توی پلیس، اما نمیتونید مواد فروش رو بگیرید؟ تمام مردم تهران در هر محله‌ای میدونن چه کسی مواد فروشه. شما به عنوان بسیج و آقای نقدی قاچاقچی و دیگران نمیتونید جلوی اینا رو بگیرید؟ شما مسبب همه این بدبختی ها هستین. شما آقای خامنه ای، شما آقای روحانی، شما آقای لاریجانی و همه شما که باند دوست ها رو تشکیل دادید. خاطرتون هست که میگفتید این آقای احمدی نژاد دلقک بزرگ چقدر پاکه؟ دارید میبینید پاکیاشو. کابینه‌شو داره تو زندان به دست خود رژیم فاسد جمهوری اسلامی داره توی زندان تشکیل میده. تابناک مینویسه این مردانی که به این دختر 11 ساله تجاوز کردن از معتادین بودن. تابناک به سراغ نماینده مجلس رفته و نظر اونها رو درباره این خبر پرسیده و در ادامه این موضوع به مسئله جامعه زنان و عدم ورود آنها به ورزشگاه ها صحبت کرده. در حالی که رژیم ورود زنان رو به ورزشگاه ها احساس میکنه ناموس اسلام به خطر میفته اگر چند تا زن به ورزشگاه برن و واسه قهرمانان کشورشون فریاد بکشن، این ناموس اسلام خابیده وقتی که دختر 11 ساله در خیابان تهران زیر پل مورد تجاوز قرار میگیره. راجب چی صحبت میکنید؟ کدام شرف، کدام غیرت، کدام آبرو؟
آبروی اسلام؟ اگر خامنه ای شرف داشت همون شب خودشو میکشت، وقتی که یک دختر 11 ساله مورد تجاوز قرار میگیره. نه، نه خامنه ای، نه روحانی، نه لاریجانی، نه هیچ کدومی دیگر از این لات ها و چاقوکش ها خودشون رو نمیکشن، چون به اونها گفتن که 9 سالش که شد مال توست و میتونی بهش تجاوز کنی. و حالا چه اتفاقی افتاده؟ دختر بالغ صیغه‌اش کردن، حالا یادشون رفته صیغه رو بخونن، حالا میخونن. خیلی ننگتون باد. حتی در رژیم جمهوری اسلامی آقای رسول خزعی نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی تجاوز به یک کودک را بحثی بسیار مهم خوانده و گفته این موضوع ساده ای نیست. ایشون گفته، من نمیگم، ایشون میگه در کشوری که ادعای اسلامی بودن آن را داریم و یک فرهنگ اصیل اسلامی داریم، چه نمیشود بدین آسودگی از کنار تجاوز به یک دختر 11 ساله گذشت. رژیم جمهوری اسلامی ثروت ایران رو به باد داد، آبروی ایران رو به باد داد، کار رو به جایی کشونده که وقتی که در مالزی میان و این فاحشه خونه ها و نایت کلاب ها رو میگیرن، 500 تا بیشتر از 53% فواحشی رو که میگیرن ایرانی هستن. آقای خامنه ای کلاتو بالاتر بذار، اینا دست رنج خدمات اسلامی شماست، کلاتونو بالاتر بذارید. این سرنوشتیه که شما واسه مردم قدم زدید و حالا یک مشلات و چاقوکش و آدم های آنچنانی و اینچنانی میرن نماز میخونن که زنان نیان توی ورزشگاه، ناموس ما در خطر. کدام ناموس؟ ناموستون توی مالزی برید بگیرید بیارید، ناموستون بچه 11 ساله است که در زیر پل مرده تجاوز معتادین قرار میگیره. کدام شرف؟ چی رو دور گول میزنید؟ باز دارین تقیه اسلامی میکنید؟ نه، تقیه است. اون چی که میگذره روی سخن من با مردم ایرانه. رژیم جمهوری اسلامی ما رو داره به آخرین نقطه بدبختی و انحطاط میبره. بایست در کنار همدیگه بیاد بیستیم و از اون چی که به عنوان شرف ایرانی و مردم ایرانی و ایرانی بودنمون هست دفاع کنیم. بهایی و مسلمان و ارمنی و آسوری رو کنار بذاریم. مذهب برای ما مهم نیست، شرفمون مهمه. اونها تقیه میکنند، اونها دروغ میگن و وقتی که 500 نفر رو میگیرن آقای خامنه ای عباب کلش میکشه و میره دنبال تریاک کشیش.